تلاش فعالان حقوق بشر و مخالفان جمهوری اسلامی برای روشنگری حضور حسین علی نیری، حاکم شهر زندان ابین، در بیمارستان تخصصی مغز و اعصاب هانوفر با مدیریت دکتر مجید سمی همچنان ادامه داره. در طی چند روز گذشته بسیاری از فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و نمایندگان پارلمانی از دولت آلمان خواهان پاسخگویی و شفاف سازی شدند و آنگونه که فعالان سیاسی میگویند، دولت آلمان تمایلی به شفاف کردن موضوع به این زودی نداره. چیزی که میدونیم اینه که چندین شکایت شده از نیری و این و دادستان کل آلمان این شکایت رو داده به دادستان شهر هانوفر. دادستان شهر هانوفر داره تحقیق میکنه راجع به این. سوالی که ما از خودمون میپرسیم اینه که چرا این پروسه تحقیق کردن انقدر طول میکشه؟ در مورد بستن ملاقات در این کلینیک میدونیم که اینفورماسیون داده شده بود از طریق این کلینیک به اداره بهداشت هانوفر که یه قارچ به نام کاندیدا اوریوس پیدا شده. اداره بهداشت هانوفر رفت تحقیق کرد، تست گرفت، منتها این قارچ رو پیدا نکرد در این کلینیک. به خاطر همین توصیه کردن که ملاقات رو برای ICU ببندن، منتها نه برای کل بیمارستان اینی. نمایندگان از پارلمان آلمان گرفته تا اتحادیه اروپا، از بلژیک تا ایالت نیدرزاکسن، از دولت فدرال آلمان میخواهند که هرچه زودتر پاسخی واضح و روشن به اینکه آیا حسین علی نیری از اعضای اصلی هیئت مرگ زندان اوین، همچون برخی از سران جمهوری اسلامی در آلمان و بیمارستان وابسته به مجید سمیعی درمان شده است یا خیر، ارائه بدن. حال با سکوت دولت فدرال و طولانی شدن پروسه رسیدگی به این سوال، قرار به زودی پارلمان ایالتی نیدرزاکسن با فراخواندن برخی از چهره های سیاسی به این پارلمان ایالتی رشته این کلافه سردرگم رو به دست بگیره و این معما رو حل کنه. سارا دماوندان، صدای آمریکا، هانوفر.